خب توی این ویدیو میخوایم در مورد جعبه ابزار constraint صحبت بکنیم. اولین جعبه ابزار که ابزار در واقع constraint definition بود و با هم بررسی کردیم. توی این قسمت میخوایم بقیه ابزارهای موجود توی این جعبه ابزار رو برای این ابزار constraint با هم بررسی کنیم. اولین ابزاری که میخوایم بررسی کنیم content constraint هستش. این ابزار همونطور که از شکلش هم مشخصه اومده یک دایره رو با یک خط مماس کرده، در واقع قیدی هست که میشه باهاش تماس بین دو تا المان رو با هم برقرار کرد. من یه خط میکشم، دو تا خط تو دایره رو با هم انتخاب میکنم و اینو به عنوان کانتکت به دو تا در واقع به هم دیگه تماس میدم و با هم دیگه مماسشون میکنم. بنابراین کار کانتکت اینه که بین دو تا در واقع المان کانتکت برقرار کنم. ابزار بعدی ابزار fix together هستش. بچه‌ها این ابزارها تو صفحه 5 جزوه‌تون هم توضیح داده شده. توی صفحه 5 جزوه گوشه سمت راست برای این ابزار fix together یک نکته‌ای رو اومدم توضیح دادم و این از این نکته ممکنه بعداً توی فصل 4 که در رابطه با درافتینگ هستش و اونجا می‌خوام یک برند رو با هم دیگه طراحی بکنیم و اینکه خواستیم یک متن رو به عنوان متن برجسته طراحی بکنیم خیلی به دردمون میخوره. چیکار میکنه؟ فیکس توگیدر میاد دوتا المان، دوتا ترسیمه موجود در صفحه رو، حالا دو یا چند تاشون رو میاد با هم دیگه در واقع فیکسشون میکنه و یکیشون میکنه و با هم دیگه در واقع میتونیم اینها رو جابجا کنیم و تکون بدیم. من اینو فیکس میکنم، این دوتا اسکچ رو. اگه یک اسکچ رو تغییر بدم مکان اون اسکچ نسبت به این اسکچ قبلی ثابت میمونه، بنابراین مکانشون نسبت به هم دیگه ثابت میمونه، با هم دیگه جابجا میشن و یه حالت فیکس گونه ای به در واقع قطعات، فاصله قطعات از هم دیگه داده میشه. اگر دقت بکنید این علامت در واقع قید فیکس توگیدر هستش. اینم از قید فیکس توگیدر. قید بعدی در واقع ابزار بعدی ابزار اوتو کانسترینت هست. اوتو به معنی اتوماتیک وار و خودکار، کانسترینت هم که به معنی قیده، پس میشه قید گذاری اتوماتیک وار و خودکار. به عنوان مثال من یک دایره اینجا میکشم و در واقع میخوام به سرعت خود کتیا واسه من قیدهای مکانی و قیدهای هندسی رو اعمال بکنه به طوری که در واقع کل شکل من سبز بشه. گفتیم که هدف از این قیدگذاری‌ها، هدف از این اندازه‌گذاری‌ها چیه؟ اینه که ما بیایم در واقع بتونیم ترسیم خودمون رو تو صفحه سبزنگ بکنیم که در واقع نتونیم دیگه نتونه هیچ تکونی بخوره، به دقت روی مکانی که ما می‌خوایم قرار بگیره. من اوتو کانسترین انتخاب می‌کنم توی قسمت element to be constrained، یعنی المان‌هایی که قراره قیدگذاری بشن رو انتخاب کنید. نو سلکشن هست، آبی رنگ و نو سلکشن. میگم که می‌خوام این قطعه، این المان سیرکل 1 در واقع قیدگذاری بشه. رفرنس المنت میگه یک رفرنس رو به عنوان رفرنس قیدگذاری من مشخص کن. میگم محور در واقع ورتیکال و محور هوریزنتال. اوکی رو بزنم، در واقع دو تا قیدهایی که نیاز هستش که این دایره نسبت به در واقع این دو تا محور مقید بشن و مقید بشن به طوری که سبز بشه و کاملا قیدگذاری بشن رو واسه من اعمال میکنه. حالا بریم سراغ ابزار بعدی. ابزار بعدی ابزار animate constraint هست. animate constraint به این معنیه که یک قید رو به عنوان قیدی که میخوایم اون قید animate بشه بهش معرفی میکنیم، یک بازه تغییراتی رو برای اون قید در نظر میگیریم و میگیم این قید رو از این بازه تا این بازه، از این بازه عددی تا این بازه عددی تغییر بده که ببینیم این قید با تغییر این قید من چه در واقع تغییری توی کل مسئله، توی در واقع کل شکل من صورت میگیره. به عنوان مثال یک در واقع سمت راست جزوه صفحه 5 یک شکل سیلندر اونجا گذاشته شده. ما اون شکل سیلندر رو میخوایم با هم دیگه در بیاریم. من اول میام یه دونه دایره رو اینجا از مرکز محورهای مختصات یک دایره رو ترسیم میکنم با استفاده از یک مستطیل، حالا میتونیم مستطیل مرکزی هم اگه خواستیم بکشیم، استفاده از یک مستطیل مرکزی این مستطیل رو همینجا ترسیم میکنم با استفاده از ابزار اپریشن، ابزار کویک تریم اینجا رو تریم میکنم، اینجا رو همینطور، اینجا رو همینطور تریم رو که انجام دادم، حالا میام با استفاده از ابزار
رکتنگل، یه دونه مستطیل اینجا ترسیم میکنم. اینم از مستطیل من. خب حالا قید گذاری بکنیم، یه ذره اندازه بدیم که شکلمون مقید هم بشه. لنگس در واقع دیستنس رو بدیم 50 به عنوان مثال، طول اینجا رو بدیم 100 و مثلا 50، شعاع این دایره رو هم بدیم به عنوان مثال 100 و فاصله این دو تا ضلع رو هم بدیم به عنوان مثال 25 مثلا و یک خط رو دقیقا در راستای محور عمودی و روی این ضلع پایینی قرار میدیم. البته اینجا یه قید گذاری هم انجام داد، شیفت رو میگیرم دوباره میکشم و شیفت رو نگه میدارم که دیگه این قید رو هم اعمال نکنه. اینجا یک خط هم از این نقطه به نقطه انتهای خط قبلی. خب حالا باید بیایم طول این دو خط رو هم فیکس بکنیم. طول این خط رو من برابر با 160 میگیرم، طول این خط رو برابر با 30 بگیریم. خب یک مقدار رو تغییر بدیم ببینیم که آیا شکلمون دوران رو انجام میده یا نه. خب بله، خب حالا کافیه که من زاویه این خط با خط محور در واقع صفر محورهای مختصات رو انتخاب کنم. حالا الان شکل من فولی شده، میخوام این زاویه رو تغییر بدم ببینم شکل ترسیم من چه تغییری میکنه. میام با استفاده از animate constraint نکنید این قید رو انتخاب میکنم. animate constraint میگم میخوام از زاویه 0 درجه تا زاویه 360 درجه با گام مثلا 20 این کار انجام بشه. خب 20 یه مقدار زیاد بود، سرعتش بالا بود، میکنیم مثلا 100 با گام 100 انجام میشه. حالا آپشن های مختلفی داره، به عنوان مثلا میتونه برگرده ریورس این کار رو انجام بده و یا اینکه میتونیم بگیم لوپ بزنه به صورت در واقع رفت و برگشت این کار رو انجام بده و اینکه کلا در یک جهت این کار رو هی ادامه بده تا وقتی که ما استوپ رو بهش اعمال. حالا من اینو یه ذره بیشتر هم بکنم سرعتش کمتر بشه، یا کنید کاملا مثل یک حالت و سیلندر این داره عمل میکنه. های کانسترینت رو هم بزنم عشان میبینید که این عملکرد یک سیلندر در واقع دو بعدی رو داره به ما تصویر نشون میده. دوستان دقت کنید که هدف از این انیمه کانسترینت در واقع ایجاد یک مکانیزم نیست، چون مکانیزم ها یه محیط دیگه ای داره واسه خودش که میشه سه بعدی مکانیزم ها رو تولید کرد. اینجا فقط هدف اینه که من یک قید رو تغییر بدم ببینم که توی تنوع شکل من چه تأثیری ایجاد میکنه. حالا من این قید رو اومدم به صورتی که واقعا یه ذره آشنا باشه واسه شما، یه ذره در واقع بتونید درکش کنید قرار دادم که بتونید دقیقاً با اون مثال سیلندری که همه تو ذهنشون هست اینو بتونید با هم در واقع ارتباطشون رو با هم برقرار. نکته بعدی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم ابزار ادیت مولتی در واقع کانسترینت هستش. حالا کار این ابزار چیه؟ گاهی اوقات شما یه اسکچ رو میکشید، خیلی اسکچ پر از المان‌های در واقع مختلف و از کلی اندازه‌گذاری روش صورت گرفته، واسه همین ممکنه یه مقدار سخت باشه پیدا کردن یه اندازه مثلا در بین اندازه‌هایی که موجود هست. میایین از این ابزار مولتی ادیت مولتی کانسترین استفاده میکنید و تمامی اندازه‌گذاری‌هایی که توی قطعه انجام دادید رو بهتون نمایش میده. به این شکل راحت میتونید اندازه‌هایی که موجود بوده در قطعه رو ببینید و اینجا میتونید اندازش رو تغییر بدید، میتونید تولرانس گذاری انجام بدید واسه قطعه و یا تولرانس مینیمم و ماکسیمم دو سر بازه تولرانس رو مشخص کنید و اینکه اندازه ها رو برگردید اگه تغییرش دادید به اندازه اولیه و تولرانس اولیه. این از نقطه بحث در واقع کانسترین در ابزار کانسترین. برای بچه ها ما تا اینجا تو جلسه گذشته در صورت قبل ادیت مول در واقع دام کانسترینت دیفینیشن رو مطرح کردیم، توی این جلسه اومدیم کانتنت کانسترینت، اوتو در واقع کانسترینت و فیکس توگیدر انیمیت کانسترینت و مولتی ادیت مولتی کانسترینت رو بررسی کردیم.
این تمرین رو انجام بدید، نکات رو یادداشت بکنید، یه سر همه در واقع ابزارها رو مطالعه بفرمایید تا بتونید بقیه مباحث رو با هم دیگه ادامه بدید. موفق باشید.